عرض سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژمون. جلسه قبلی من یه سوتی داده بودم که این کلیده رو به خودش نمی گرفت. سوتی من چی بود بچه ها؟ دیسپلی کلید رو کلا یادم رفت بود بنویسم. دیسپلی کلید اینو یادم رفت بود بنویسم، درست شد به همین سادگی. یعنی یه سوتی بچگانه داده بودم. و یه چیز دیگه هم بذارید، یه گپ هم بذارید بچه ها. یه گپ در حد دو آریه من بذارید که یه ذره فاصله بگیرن هم دیگه. خیلی هم عالی. و یکی دیگه این باتم رو بکنم سنتر، ببینم بهتر میشه به نظرتون، جذابتر شد به نظرم. نظر شما چیه؟ بذارم همین باشه، اشکال نداره. نوشتاش خونده نمیشه ولی ببین نداره، خوشگله. خب بریم سراغ این قسمت های اینا و این آور استوری. اینا رو درست بکنیم و حالا بهتون میگم. یک دو تا کار دیگه هم داریم. یکی از کارهایی که داریم اینه که رنگ نوشته ها باید با هم متفاوت بشه. این یه رنگه، این یه رنگه. خب باید اینو درستش بکنیم. اینو تاپ بدم چی میشه؟ کنجکاو شدم. بدک نیست، همین تاپ بزن باشه. خب رنگی چجور کار کنیم؟ میام میگم که این لفت و یه رنگ دیگه بهش بدیم، یا رایت و این لفت و یه رنگ دیگه بهش میدم 23 23 23. به رایتمون هم یه رنگ دیگه میدم. به رایتمون چه رنگی بدم؟ یه ذره روشنتر. 8A 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 که اون دو رنگیه رو داشته باشه. آه الان شد. خب بریم سراغ قسمت بعدی کارمون. قسمت بعدی کارمون چیه؟ بعد بریم سراغ در حقیقت اون تایتل همون. اولین چیزی که باید بریم سراغش about figures. بچه ها یه about figures داشتیم، بذارید کپی کنم که موقع اشتباه ننویسم. من خوراکم اشتباه نوشتنه. این about figures، این about figures و grid areas رو میدم figures. ما 4 تا figures داشتیم دیگه این بالا اینا. بعد دیسپلیش رو میکنم، خود دیسپلی هم میکنم grid خودش رو. خودش 3 تا زیر مجموعه داره دیگه. یه grid template column میدم با repeat 3 تا 20 rem و justify contentش رو میدم space evenly و text alignش هم میکنم center اینجوری. خب افتاد روی یکیش. بعد میریم سراغ سیکشن داخلیش. یه دونه داره به نام number about figure number. این عددا یه فونت ساز بهش میدم به اندازه 7 آریم. یه لاین هیت بهش میدم 5.6 آریم. یه فونت ویت میدم 300. بعد بینیم سراغ تکستش. یه مارجین تاپ میدم 2 آریم، فونت سایز 2 آریم، تکست ترانسفورم آپر کیس. که اینا بزرگتر از این بشه. خب بعد میام سراغ کدوم قسمت بریم. یه دونه قسمت داریم برای سیکشن هیدینگ. بچه این بریم سیکشن هیدینگ هم درست کنیم. میگم داخل about کلاس سیکشن هیدینگ
گرید ایریاشو مشخص میکنم که میشه تایتل و تکست الاینش هم سنتر. که این نمیشه که این گوشه هست بیاد وسط بیفته. اوکی. بعد یه دونه داشتیم بک، یه دونه داشتیم فرانت یادتون باشه درسته؟ یه بک یه دونه فرانت. اینو دیسپلیشو میکنم بلاک. چرا دیسپلیشو بلاک کردم؟ چون اسمنن به صورت پیشوز بلاک نیستن، میخوام بیفته تو دو تا خط مجزا. یا کنید الان افته رو دو تا خط. اسمنا پشت سر هم هن دیگه، این لاینن. خب حالا میریم بکو یه کوچولو میخوام عوضش کنم. یه فونت فامیلی بهش میدم. فونت فامیلی چی بدیم؟ یه فونت فامیلی بالا داشتم کوشش اینا این. همینو میدم بهش. یه اوپاسیتی میدم به اندازه 2 دهم چون اون پشتیه زای رنگش کمتره. فونت ویدو میدم بولد. تکست ترانسفورم هم میدم کپیتالیز، حرف اولش بزرگ، و یه لاین هیت هم بهش بدیم و تمام. چه اینجوری. این هم از اون قسمت اول استوریمون. چیزی که میمونه بچه ها اوکی، این میشه کل داستان ما. فقط اینکه یه ذره به نظرم بذار ببینم یه چیزایش درست نیست. درست اوکی هله. خواستم یه اگه بشه فونت اینو بزرگتر کنم به نظرم بهتر میشه. نظرتون چیه؟ یه ذره فونتش رو بیشتر کنم، فونت سایزش رو مثلا 5 آریه، ببینیم چجوری میشه. آره قشنگ تشت. اینم بذارید یه بار دیگه اینو بدم سنتر ببینیم چجوری میشه. بعدم اینجا قشنگ تره. آره بذار همین باشه. خب اینم از قسمت اباوتمون که ما با گرید تمپلت ایریا آشنا شدیم تو این قسمت و از ایریا استفاده کردیم. بریم بیایم ان شاءالله جلسه بعدی ادامه بحث رو در خدمتتون خواهم بود. فعلا خداحافظ.